آثار است که هزاران سال قدامت دارند و در گوشه ای از موزیم ملی هرات نگهداری می شوند. در این موزیم آثار زمان باختر‌ها، هخامنشی‌ها، طاهریان، سامانیان، غزنویان، غوری‌ها، تیموری‌ها و خوارزمشاهیان نگهداری می شود. موزیم هرات در قلعه تاریخی اختیارالدین موقعیت دارد که پس از کاهش ویروس کرونا بازدید کنندگانشان افزایش یافته است. سالانه نزدیک به 15,000 متعلم و معاصل و مردم عادی از موزیم ملی دیدن میکنم و نزدیک به 200 یا 150 یا 200 نفرم از گردشگران خارجی هستند که از موزیم ملی را دیدن میکنم. بیش از 3000 اثر از 7000 سال قبل در موزیم هرات وجود دارد. دست کم 5000 نفر سالانه از آثار تاریخی و موزیم هرات بازدید نموده که از این میان بیش از 200 تن آن را گردشگران خارجی تشکیل می دهند. در کشور ما واقعا آثار تاریخی خیلی آثار بزرگ هست که ما هنوز شاید ندیده باشیم و از جمله می ارگرم که این دوستان چندین سال به ایران زندگی میکنم و تا بار ندیده بودن. یک آثار تاریخیه که باید ببینیم توی آدم باز میکنم. چی شخصیت هایی بوده، چی آدم هایی بوده که این آثار تاریخی بساخت. با این حال، فرهنگیان هرات تاکید دارند که این موزیم هویت تاریخی کشور و به ویژه هرات را نشان می‌دهد و حکومت باید به خاطر حفظ و نگهداری آثار تاریخی برنامه‌های داشته باشد. در ولایت هرات شما اطلاع دارین که 870 آبده و ساحه تاریخی و آثار منقول و غیر منقول وجود داره که اینا یک تعداد از اینا ثبت دولت هست و یک تعداد از اینا هم نیاز به ثبت مجدد دارد. موزیم هرات بعد از موزیم کابل بزرگترین موزیم کشور به شمار می رود. این موزیم همه روزه بجز از روز جمعه بر روی بازدید کنندگان داخلی و خارجی باز می باشد.